هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز جمعه است و دهم از ماه می. در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید مدت 1 ساعت و 50 دقیقه تقریبا خدمت شما هستم و مهمانی هم داریم. امشب هم به همین وجه خواهد بود. اجازه بفرمایید که داستان اول گلستان سعدی رو خدمت شما بخونم و خیلی خیلی جالب است، حیرت انگیز، که چرا سعدی این داستان رو انتخاب کرده است. در واقع سر دفتر کار مهمش که بزرگترین شاهکار او به قول مرحوم ملک شعرا گلستان هست. می‌فرماید پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. یعنی از داستان استبداد شروع میکنه و فرمان قتل از سوی پادشاه. بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. آقا اینه که داره کشته میشه دیگه، ابایی نداره از فحش دادن یا حرف زشت زدن اینها. شاه گفت بکشین، اونم بعد بیرا میگفت. خب وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید و گیومست والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. همینجا تمام کرد آیه را. 138 آل عمران، فروخورندگان خشم و بخشندگان بر مردم. و این آیه در این باب است، خیلی آیه زیبایی هم هست. میگه این آیه رو دارد چیز میکند، میخوند. ملک را رحمت آمد در حالی که داشت بعد بیرا میگفت بشه و از سر خون او در گذشت. وزیر دیگر که بر ضد او بود گفت ابنای جنس ما را، یعنی ما وزرا، ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مرا اون دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که روی اون در مصلحتی بود و بنای این بر خباستی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. خیلی خوب، حالا بعض آدم ها مثل مرحوم جلال آل احمد و اینها، که البته خیلی مرحوم آل احمد دیگه به سیم آخر زده بود، خیلی 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 کارش پر مغالطه است و به لحاظ تاریخی غلط، ولی خب مرد شریفی بود جلال آل احمد، کاری نداره. در اون روزگار سیاهی هم یکی از پیشگامان رو شعر میکنه قافل سالان روشنفکری به حساب میامد، مغالطه در کارش خیلی. میگوید این همه کار که سعدی کرده است یک طرف، هیچ این کارش که دروغ مصلحت‌آمیز خوب چیزیست جامعه رو فاسد کرده هزار زیاد. در حالی که دروغ گفتن از سعدی و به نصیحت کسی کار نکرده. اگه سعدی از ابتدای کار میگفت تا آخر راست بگوین، کسی راست نمیگفت. اگه میگفت دروغ هم بگوین فرقی نمیکرد. دروغ منشأ دیگری دارد، یک بلیه اجتماعی است که اساسش از استبداد و زور. عرض کردم من شاید دروغ در مملکت ما از آمدن اسلام عزیز بوده، دلش هم عرض کردم به جهت اینکه جامعه واژگون شد یک مرتبه، همه چیز رنگ دیگر 180 درجه. مردم دروغ بگویم و استبداد، در جایی که زور هست راستی طلب مکنید. فردوسی حکیم طوس در اون مقدمه‌ای که بر داستان ضحاک گفته است میگوید که چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز به راز. نیکویی و راستی در جایی که استبداد هست و زور هست که میسر نیست، باید دروغ گفت. این پادشاه البته به خلاف آمد عادت کار کرده، میگوید به استبداد نمیشه و راست گفت. این یک استثناء بوده،
نه که سعدی میگوید همه جا دروغ بگوید. دید بابا این اگه میگفت این داره فحاشی میکنه، گردنش میزه گو آقا به این که نمیشه گفت، اینا رو حرفی زده به هر صورت و جان اون رو نجات داده. بعد یک شعر آورده است، میگوید که هر که شاهون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نبشته بود، جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس، چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. آدم های بزرگی مثل شیخ اجل سعدی یا بزرگان دیگر، اینها که در کنار بودند، یعنی در دم دستگاه قدرت نبودند، جز ترساندن این پادشاهان از مرگ کار دیگر نمی‌توانستند بودند. شاید یادآوری مرگ سبب تعدیلی در خشونت و خونخواری این آدم ها بشود، به خصوص سعدی که در یک دوره خیلی خیلی خونبار تاریخ ایران زندگی میکند. حالا این صحیح است که او در شیراز بوده است و به بغداد میرفته است و این چیزها، اما کشور درگیر تشکیلات مغول بوده است. بله، یه داستان کوتاه از عرض کنم که گلستان، اولین داستان گلستان هست و این مرحوم هیتلر که عرض کنم وجود داشت، دو سه تا ژنرال دور و برش بودن، راست جرأت نمی‌کردن به این بگویند. ما خودمونم از این آدم‌ها بسیار داشتیم که به اینا راست نمی‌شد گفت، واسه اینا دروغ و خوشحال بشن. عرض کنم یک فیلد مارشال خیلی بزرگ هست، بهمون میگن لاست پروسیان، آخرین پروسی. فیلد مارشال رانشت اگه اشتباه نکنم، چون این کلمات آلمانی خیلی هم مشکله. باری این فرمانده غرب بود، حالا مشاغل زیادی داشت. بعد زنگ میزند به دفتر هیتلر، به اون فیلد مارشال کایتل، میگه آقا وضع خیلی خرابه، دارن بمبارون میکنن، انقریب که نیرو پیاده میکنن. در همون جریان نورماندی و اینها بود، در همون مواقع بود. میگه حالا یه خبر خوشی بده به رهبر بگم، حالا من چگونه اینا رو به حضرت رهبر بگم، اینا من چیکار کنم؟ گفت که make peace you fool. این خیلی مشهوره در تاریخ جنگ دوم، خیلی مشهوره. گفت صلح کن احمق، make peace you fool. تلفن قطع کرد، راست نمیتونست بگه به هیتلر. یعنی در دیکتاتوری قبح هر رذیلتی از میان میره. شما نگاه کنید این تشکیلات ایران، تو رو خدا نگاه کنید. من نمیدونم اگه از اون کرات یک چند نفری بیان صاحب قوه نمیدونم عقلانی باشن و قوه تشخیص، به ما میخنه اینا رو نگاه کنید، این چه مملکتی، چه انتخاباتی دارن. ببینید احسن فایست که به این آخوندها، اینا دست هیتلر و استالین ها رو پشت بستن. آقا هیتلر آمده بود یه استبداد فاشیستی برقرار کرده بود، دنیا به طبل میزده، آقا این فاشیست رو نگاش کنه، یه حرفایی میزنه و میگه این طوریه، اون نجات اون طوریه. یا استالین انتخابات دیگه برقرار نمی کردن اینها. آقا مملکت استبدادیست، در سیستم فاشیستی یک نفر است که مهم هست و اون همه بایستی پیرو با اون باشن. حزب هم یه حزب بیشتر نیست، همون حزب فاشیست هست. حالا بعضی در مملکت ما هم همین کار رو میخواستن، عداده برای ارزش نداشتن. در سیستم روسی هم که معلوم بود که نمیدونم در واقع توتالیتر بود نوعاً، یک صدر هیئت رئیسه داشت و همه به حرف او بودن، یه استدیار در واقع یه مستبد همه کاره به نام استالین، یه انتخابات را نمینداخت از خود مردم. این آخوندها قدما میگفتن آقا این آخوندها شیطان رو درس میدن. حالا شما تصور بفرمایید به مدت هزار سال اینا همه این دروغ ها رو تمرین کردن، قلب حقیقت کردن، برای هزار امام موهوم فروختن و مفت و مجانی زندگی کردن. آقا این خیلی خیلی آدم باید زرنگ باشه، به خواب منزل یه مش دروغ بگه دیگران کار کنن این بخوره، حالا برسه به عصر جدید قرن 21 بعد تجارب توده‌ای قدیم و تجارب استالین و هیتلر و کره شمالی و حافظ اسد و اینا رو هم داشته باشه، ببین چه در میاد. طوری کردن این آخوندا که هیچ رذیلتی قباحت نداره، آدمکشی، دزدی، رشوه، هیچ قباحت نداره.
یعنی طوری در ادبیات رایج شده که پنداری کار معمولی است. یه دره بردن تجاوز کردن، یه 20,000 تا مجاهد رو بردن کشتن، اینا جز روزمره شده. این حرفا هیچ قباحتی نداره دیگه. خاوران یه بارونی زد، یه مش پا زده بود بیرون از زمین، رفتن دیدن یه چیزی نیست، 15,000 نفر کشتن، اینا چیزی نیست که اینا. و بعد شما بیایی اونقدر مردم رو مسخره بکنی و اونقدر ملت رو تأخیر بکنی که انتخابات هم بذاری، خیلی حرفه ها، اجازه ندهی که دو نفر با هم صحبت کنن، چندین ده هزار نفر حقوق بدی برای کنترل این مردم، از کنترل تلفن ها گرفته تا نمیدونم به منازل ریختن، منع همه چیز کردن، و هیچ گونه تشکلی در این ملت 70 میلیونی برای هیچی وجود نداشته باشه، بعد شما بیا انتخابات هم بکنی. خب این خیلی جالبه، به اینا باید جایزه داد، خیلی باهوشن والا. بعد بیا یه دستگاه استبدادی عقب مانده درست کنی، در واقع این مردم بزرگ رو در جهان بی‌آبرو بکنی، مملکت رو ایزوله بکنی، به فقر و بیچارگی و ورشکستگی اقتصادی برسانی، در منتهای خشونت هم رفتار بکنی و کشور رو امنیتی و نظامی بکنی، همه کار رو انجام بدی. بعد یه آقای سید علی در یک اتاق نشسته با پسرش و چهار نفر دیگه از این لاشخورای عجیب و غریب دورش، بعد خود این انتخاب بکنه، بعد مردم حالا بیان رأی بدید. این خیلی جالبه والا، اینا باید جایزه داد، اینا خیلی بابا هوشیار هستن. در هر مملکتی دیگه بود یک نفر از منزلش بیرون نمی آمد برای رأی دادن، حالا ببینید چگونه می ریزن بیرون. چون وقتی قد همه رو کوتاه کردی، با داس زدی، همه کوتاه قد میشن دیگه، همه مثل هم میشن. دیکتاتور اینو میخواد، سیستم استبدادی همه رو یه شکل میخواد، کوتاه قد کوتوله. به من دیگه نگاه میکنه ببینه یه تو این گندمزار یکی خوشه کشیده بالا، سرش قیچی میکنه که نباشه. آخه چه انتخاباتی؟ کدوم انتخابات؟ یک مش حقباز جیبور 7 خط گذاشتن اینا سر اداره. شما نگاه کنی این آقای قالیبافه، تو رو خدا نیا کنی صحبت آقای قالیبافه ببینی، بره به امام چه گریه میکنه حقباز. لطفا پخش کنید هموطن رو ببینن این دیگه چه جانوریست. من هیچ وقت به آقای هاشمی بی احترامی نکردم و نمی کنم. آقای هاشمی بزرگ روحانیت مجتهد، 55 سال عمرش برای انقلاب گذشته، ولی انتقاد جدی ما به آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی شما نصیحت و وصیت امام را آقای هاشمی گوش نکردی و فقط حرفون با شما اینه. یه روز آخرین بار با آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی این رو من از خود شما شنیدم، قبوله؟ گفت بله. گفتم شما یادتی که به من گفتی او جمعه آخری که من میخواستم بیام خطبه نماز جمعه بخونم، امام بر بستر بیماری بود، من رفتم خدمتشون به عیادتشون، من بودم، حاج احمد آقا بود و امام. من رفتم به حضرت امام عرض کردم من بودم احوالتون پرسیدم و دارم میرم نماز، توصیه مطلبی چیزی ندارید؟ خود آقای هاشمی من گفت حضرت امام فرمودن دو تا مطلب میخوام بهتون بگم آقای هاشمی. گفت توی لحظه امام دستشون رو آوردن، این شست من رو گرفتن تو دستشون، به من گفتن آقای هاشمی اولی که میری نماز جمعه به مردم بگو خدا منو بپذیره و این رو بگو، و دوم هیچ نگرانی ندارم جز این که بین شما و آقای خامنه‌ای اختلافی بشه نکنی. به هاشمی گفتم هاشمی یاد خودی رو برای من تعریف کردی، حالا امروز اگه گیرم یه اختلاف نظر بین تو و آقا هم باشه، آیا تو با حرف آقا کنی یا آقا به حرف تو؟ با همه امامی که همه قبول داری که بعد یک آدمایی پیدا نشن که با اساس دین و انقلاب و نظام مخالفن، امروز بیان بر این تنور اختلاف بتازن، نه بر اینا بتازن، بر انقلاب میتازن، بر شهدا میتازن. اینا که دارن میسازن برین نگاه کنین ببینین اینا اصلا آثاری تو انقلاب تو جنگ دارن. ملاحظه کردید من شنیدم این در خفا تنبک میزنه به آخوندارا مسخره میکنه از ده. یه چه گریه میکنه برای امام؟ یکی اگر که خبری نداشته باشه میگه 50 کدوم انقلاب؟ آقا این مملکتی بود آماده، 4 آخوند آمدن این مملکت، کدوم چیز حمات برای انقلاب 50 سال؟ بعد میگوید که تو به حرف آقا گوش میکنی یا آقا به حرف تو؟
اینا کار دیدن آقا، اینا پاچه پاچه پاره های عجیب غریب هستن، یکی از یکی بدتر، خودشون فقط میتونن با خودشون کار کنن. هر آدم حسابی یه ذره حسابی رفته ایران با اینا کار کنه فرار کرده، کفشاشو گذاشته در رفته. تو با آقا گوش میکنی، آقا به تو. خب یکی نیست بپرس آقا این آقا که بهش گوش کردن مملکت رو به این روز انداخت، حالا کی دیگه باید به حرف این آقا گوش کنه؟ خیلی وضع ما خرابه در واقع، خیلی ما وضع ما خرابه، خنده‌دار شده کار. یعنی اون رفسنجانی که مردم نفیش میکردن تا چند سال پیش و در انتخابات، حالا شده طریق نجات. ببینید که چه به چه وضعیتی و به چه افلاس سیاسی مملکت ما افتاده از دست اینو. حالا در مثل مناقشه نیست، در مثل مناقشه نیست، من این یوتیوب میشینم این چیزهای حیوانات رو به خصوص بی بی سی خوب تهیه میکنی. یه بچه پلنگی میگیره به یقه یک نمیدونم گاو، میشه بزرگ، چنان مهربون اینو بغل میکنه که پنداری داره با این روبوسی میکنه، اما یقش اونقدر فشار میده تا این بمیره. وقتی مرد شروع میکنه خونش رو لیسیدن، مطمئن شد دیگه نفسی نمیکشه، خونش رو میلیسه. اینا هم اونا هست، فیلماشو میتونی نگاه کنید در یوتیوب. اون چنان مهربون بغل میکنه بچه شیر پلنگه، نمیدونم حالا حیف شیر پلنگه، کفدارن در واقع. یک واقعی در امریکا شده، سال این رو عرض بکنم، بعد بازی اشاره به این داستان نامنویسی آقای خاتمی اونم کیو اینا که اصلا دوست ندارم اسمشون رو ببرم. یه آقای آمده میگن 10 سال هست تمام آمریکا به وحشت افتادن، از سال 2000 3 تا دختر خانم برده در منزلش نگهداری کرده، میگن کیدنپ کرده، حالا یه نفر رفته کشف کرده، همه با یک وحشت عجیب. خب آقا این کار اسلامی است دیگه، کرده دیگه بابا جان، در کشورهای اسلامی 10 تا 10 تا همین جوره خلاف میلشون، این بچه‌ها رو میبرن اونجا نگه میدارن، آقا غذاشون هم میدن، خرجشون هم میدن، حق هم ندارن از خونه بیان بیرون. این ما دیگه چرا وحشت میکنیم؟ من دیدم ایرانیان به هم میرسن با گپ چیز پنداری چیز عجیب. آقا این روش اسلامه، 6 تا 7 تا 5 تا میبرن میتپانن تو این خانه ها، بیرون هم که وقت بخواد بیارتش بازم این اجازه میداده مثل که را برن برن بیرون. و این حرفا با یک عرض میکنم گونی سیاه به سرش، این آقا میفته جلو، اینام دنبالش. تمام مملکت سخن سر این هست. اول اینکه این قبول این داستان مشکله، شما یه آدمی رو نمیتوانید بیاورید و خلاف میلش 10 سال نگهداری بکنید که این نتواند حتی یک پیغامی بنویسد، روی پاکتی ببنده، به یه سنگی کلوخی بیاندازه برای همسایه. این عکس این آقا رو در دسترستون هست نشون بدید. حالا بردنشو عرض میکنم زندان و اینا که این کیدنپ کرده و نمیشه کرده و عرض شود که جنایت کبیر کرده. خب کرده بله، جنایت بوده، ولی قبولش هم خیلی مشکله که 3 نفر آدم از 13 سالگی تا 22-23 سالگی 3 نفر اونجا، این آقا نمیخوابیده هرگز، مثلا هر 24 ساعت شمشیر به دست بیدار نبوده که آقا یکی میتونه در باز کنه فرار کنه. اینا شدن جز در واقع فامیلی شدن اونجا، جز یه خانواده شدن، حالا به هر صورت به اینجا رسیده. این آقا از اون دروغواست، اینم میگه که من درو شکستم. اینم فرصت طلبی است مثل بعضی بین خودمون هستن در این تلویزیون ها. اینم آقا فرصت، بعد گفتن این آقا دروغگوه، همین آقایی که داره حرف میزنه. خیلی ممنون. داستان خنده‌دار، خیلی عجیب غریبه واقعا. بله امروز میگن روز آخر هست. حالا این آقای سید محمد خاتمی آمده در شأن رفسنجانی که اگر آقای هاشمی بیاید وضع همه خوب خواهد شد. این آقای هاشمی باید تشریف بیارن و در واقع ملت رو مشمول مراهم ملوکانشون بکنن، تشریف بیارن، نام نویسی بکنن. اگر رهبر اجازه بدهد ایشون بیان خوب است. از یک سو میگن که اون شاه خراسان رفته پیش آقای خامنه‌ای و گفته که این رفسنجانی بیاید برای همه خوب است. و این تحلیلگران توده‌ای ما هم میگویند که اینا هر دو دارن کلک میزنن،
این آقای خاتمی و اینا هر دو میخوان نام نویسی بکنن. بعد که نام نویسی کردن، ناگهان آقای سید محمد خاتمی این شیر عرین بکشد کنار و پشتیبانی بکند از رفسنجانی. ببینید اوضاع احوال مملکت ما به کجا کشیده واقعا. رفسنجانی در 80 سالگی میخواد بیاد مملکتون، یه امیدها بسته شده است به او. این آقای حقباز هم که دیدی عرض کنم این شهردار تهران، این هم البته نام نویسی کرده و گویا آرای. من نمیدونم چه کسی رأی میگیره در این، آیا ما واقعا سیستم رأی گیری داریم در ایران؟ بعض اوقات این آماری در این بی بی سی و اینا راجع به ایرانی ها می نویسن که عقل حیران میشه. اینا نمیدونن که آقا ایرانی به آمارگر آمریکایی راست نمیگه. که زنگ زدیم با 300 نفر در ایران صحبت کردیم، اونم که همه کنترل. آقا شما از سیستم راضی هستی؟ بله آقا، خدا عمری بده به آقای خامنه ای، ما خیلی راضی هستیم، ما آمار گرفتیم، راضی هستیم. کی شده در مملکت آمار بگیری؟ بعضی از ما با 100 نفر صحبت کنیم یه آمار رو 100 جور خواهیم گفت. ببینیم متناسب اینه که طرف کی هست. میترسن مردم. خب آمار گرفتیم، آقای نمیدونم چی فلان هست، درجه 1 هست در کار. خب اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که اینجا همون دکتر اکبری اینجا بودن، خودشون توضیح کافی و وافی دادن خدمت شما که نورت ایسترن ایلینو یونیورسیتی دعوتنامه فرستاده است که در واقع تجمع ایرانیان گرد همایی برای یک فان ریزینگی به مبلغ 250,000 دلار گویا، که اولیش در واشنگتن بود، دومیش هم در سان فرانسیسکو بود. میگوید The historic naming campaign of Dr. محمد مصدق Servant Leaders Hall، کسی که به مردم خدمت کرده یک حالی به نام ایشون زیر عنوان انجام بدن. بعد میگوید که موسیقی هست، صحبت هست، مستر آف سرمونیز خانم رودی بختیار هست، جورنالیست شما بشناسید. ایشون در واقع میتونم بگم بله ایشون نبیره سردار جنگ بختیاری هست، میرزا نصیر خان سردار جنگ، که خیلی خیلی دلاوری هاش مشهور هست در صدر مشروطه. خانم رودی بختیار روز سردرده 8 جون از ساعت 7:30 تا PM تا 12 در اولمپیک کلکشن هست، که اولمپیک کلکشن رو همه دوستان بلدن کجا هست، و این برای فان ریزینگ هست که اون 250,000 دلار تکمیل بشود. ورودی در واشنگتن 100 دلار بوده، در سان فرانسیسکو 150 دلار بوده، اینجا 250 دلار هست. دلیلش هم من زنگ زدم پرسیدم، گفتن اونجا حالت لانچ داشته، اینجا شام مفصل هست، دسته موزیک هست، و از این 250 دلار قریب 100 دلار اون مخارج هست، مخارج سالن و موزیسین ها، خواننده و غیره. و این توضیح رو دادم، بندم قانع شدم، چون خود من معترض شدم که آقا داستان چیست، این چه تبعیضیست؟ گفتن نه آقا تبعیض نیست، اینجا مخارج بیشتر هست، شام هم هست، موزیک هم هست، و خیلی خیلی مفصل و آبرومند هست. برای شخصیتی مثل مرحوم دکتر مصدق میزیبد که یک جای عرض میکنم که محترمانه‌ای باشد. اولمپیک کلکشن جای خیلی خوبی است و این توضیح رو به بنده دادن. همونطور که عرض کردم روز 8 جون از ساعت 7:30 تا 12، واقعا 250,000 دلار من میدم، اینقدر درد سر داره جمع کردن 250,000 دلار برای شخصیت بزرگ ایرانی که نامش قرار روی یک سالونی باشد چگونه است بنده نمیدونم. آقای دکتر اکبری خیلی 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 زحمت میکشن و امنای دانشگاه هم. این یه مطلب. مطلب دیگری که 19 طبق معمول، طبق معمول هر از گاهی در اورنج کانتی خواهیم بود در 2575 مکیوی، در باب مقاومت‌های ایرانیان در مقابل حمله اعراب صحبت می‌کنیم، که این مقاومت‌ها دو گونه بوده است. مقاومت‌های قهرآمیز بوده است، نظیر اون چه ابو مسلم کرد و می‌خواست بکند، و یعقوب لیث صفاری و بابک خرم‌دین و بسیاری دیگر که با شمشیر مقابل اینها ایستادن، و ایران تنها مملکت بوده که مقاومت‌ها درش بوده و این مقاومت هنوز ادامه دارد
و مقاومت های معنوی. در این باب صحبت میکنیم روز 19 هم. بله تلفنم قبلا خدمتتون اعلام کردم، اجازه بدید در این 5 دقیقه من مهمان امشب رو خدمت شما معرفی کنم. آقای حسن نایب هاشم فرود سیاوشپور، پزشک، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه و دانشگاه خود را در تهران گذرانده است. انقلاب 57 مصادف با زمان دانشجویی و سال سوم دانشکده پزشکی او بود. وی سال 62 هنگامی که در حال گذراندن تخصص روانپزشکی بود، پس از اطلاع از اینکه تحت تعقیب قرار دارد، تحت تعقیب، مرتب ایرانیان تحت تعقیب قرار دارند، یک عده زیادی دائم تحت تعقیب قرار دارند، این سفره باید برچیده شه، این سفره ظلم واقعا و تحمیل زور. عجب حوصله‌ای داریم ما واقعا، چه ظرفیتی برای تحمل زور داریم و چه تعداد عمله ظلم بین ما ایرانیان هست. در هیچ مملکت اینقدر عمله ظلم نیست بین ما هست. اونی که این پاسدارا، اون چاونکشا، خب اینا هم ایرانیان. همیشه یک عده‌ای تحت تعقیب، دانشجو، چه تحت تعقیبی؟ مثلا شما ببینید آقا در این دیکشنری نگاه کنید ببینید آقا شما اصلا زندانی سیاسی در لغت انگلیسی نیست. political prisoner. political prisoner یعنی چه؟ مثلا معنی نداره. بگین آقا اینا رو معنی کنن در ایران. زندانی سیاسی یعنی چی؟ یعنی آدم معترضی که یک حرفی زده، به آقایون استبدادیون برخورده، آمدن گرفتن داخل گوشه زندان. زندانی سیاسی. خب تحت تعقیب قرار داره. پس از اطلاع از این که تحت تعقیب قرار داره، خودم مجبور به خروج از ایران دید. هفته گذشته مهمان دیگری داشتیم که از ایران فرار کرده بود، از نمیدونم رودخانه ها و اینا، خودش رسونده بود به عراق، به خاطر که در ایران جای سخن گفتن و اعتراض نبوده، از ترس جانش گریخته رفت. خب مجبور ایران دید و از سال 70 گذراندن مراحل پناهندگی در وین زندگی میکنه. وی که چند دهه عمدتاً به عنوان کنشگر سیاسی شناخته میشد، در سالهای اخیر عمده فعالیت‌هایش را بر روی مسائل حقوق بشری متمرکز کرده است. او همچنین بارها در همراهی با زندانیان سیاسی که مدت مدیدی در اعتصاب قضا بودند، با خواست پایان یافتن هر چیز در اعتصاب قضاشان دست به اعتصاب قضا زده است. وی از 3 سال پیش همزمان با برگزاری جلسات شورای حقوق بشر در این شورا حضور داشته است. او که معترض به انتخابات‌های غیر آزاد و غیر منصفانه در جمهوری اسلامی است، پروژه‌های انتخاباتی معینی را در راستای انتخاباتی موازی پیشنهاد کرده است. خب اجازه فرمایید که ما یک موسیقی به انتخاب سپهر گرامی بشنویم و برمیگردیم با آقای حسن نایب هاشم صحبت میکنیم. با درود بر شما وطن گرامی. صدای بیژن بیژنی، من این خواننده‌های جدید ایران رو درست نمی‌شناسم. سپر عرض کنم که وارد هست به این امور، گفتن صدای بیژن بیژنی بود. بله و خیلی هم خوب خونده بود، صدای خیلی گرم خوبی داشت. آقای نایب هاشم رو خط هستن؟ آقای نایب هاشم درود بر شما. صداشون نمیاد سپر جان، مثلی که وصل نیستن، با اسکایپ دارن تشریف میارن. آقای نایب هاشم روی خط هستین؟ بله من در خدمتتونم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ درود و سلام بر شما و بینندگان برنامه شما، در خدمتتون هستم. قربانتون برم عزیزم. من یه مختصری از بیوگرافی شما اینجا خوندم که آقای بدیعی نوشتن نوشتن چون تحت تعقیب بودید، اینجا یه عبارت نوشتن شما در حال گذراندن تخصص روانپزشکی بودید، پس از اطلاع از این که تحت تعقیب بودید مجبور به خروج از ایران شدید. خب این داستان تحت تعقیب بودن شما به چه دلیل بود دوست گرامی؟ خب به حال هم در دوران دانشجویی و بعد از فارغ التحصیلی در دوران پزشکی فعالیت‌های
دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی من ادامه داشت، از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، و خب در سال‌های حدود 30 سال پیش، در سال 62 دیگه شرایط به گونه‌ای شد که خب می‌دونید مرحله به مرحله نیروهای مختلف رو تحت تعقیب قرار می‌دادن در جمهوری اسلامی، و شرایطی شدش که خب خبر رسید که در جایی که من قبلا کار می‌کردم پیگیری کردن وضعیت من رو، خب این اطلاع به دست من رسید و مجبور شدم ظرف 2 هفته وضعیت زندگی رو اساسا تغییر بدم و از کشور خارج بشم. عجب عجب عجب. بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که خیلی جالب هست که شما روی قضایای حقوق بشر کار میکنید. من امشب رفتم مطالعه کردم تاریخ سازمان ملل و پیدایش ماجرای حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر و این دپارتمان های مختلف که گویا در هر نشستی 3 نشست در سال داره و در هر نشستی 16 کشور رو وضعیت حقوق بشر رو بررسی میکنه تا به 4 سال که برسد یعنی همه وضعیت ها رو در کشورهای مختلف بررسی کرده. شما شخصا حضور دارید در جلسات، میشه توضیح بفرمایید چگونگی فعالیتتون در زمینه حقوق بشر و ارتباطتون با سازمان ملل؟ بله، اطلاع دارید که شورای حقوق بشر به دنبال کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده که عمر 7 ساله‌ای داره حدودا، و اون روندی رو که صحبت کردید بخشی از کار شورای حقوق بشر هست که بهش بررسی ادواری جهانی میگن. در این از زمانی که شورای حقوق بشر تشکیل شده تمام کشورها مورد بازبینی قرار میگیره پرونده حقوق بشریشون، و خب در هر اجلاس که معمولاً 3 هفته یا 4 هفته طول میکشه 2-3 روز از این اجلاس اختصاص پیدا میکنه به همین بررسی ادواری جهانی کشورها، که نوبت قبلی ایران سال 2010 بوده و نوبت بعدی در سال 2014 خواهد بود وقتی که جمهوری اسلامی ایران دوباره بررسی میشه. ولیکن در این 3-4 هفته مسائل مختلف حقوق بشری جهان بررسی میشه در شورای حقوق بشر. در ابتدا معمولا آقای دبیرکل یا خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودش رو میده به شورا، بعد گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون رو ارائه میدن، و بعد گزارشگرهای ویژه کشوری موضوع گیری خواهند کرد و گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد. بعد از اون هستش که همجور که فرمودید شما بررسی ادواری جهانی کشورهایی که هستن مورد بررسی قرار میگیره، و نهایتاً چندین مسئله‌ای که در جهان اهمیت داره، مسئله فلسطین و اسرائیل هست که همیشه یک آیتم یا یک موضوع ویژه رو در شورای حقوق بشر داره، و بعد پیگیری بیانیه وین و برنامه عمل اون جزء دستورات همیشگی هست، و مسلمه که تبعیض‌ها به ویژه تبعیض نژادی مسئله جدی هستش در شورای حقوق بشر که هر باره بهش بررسی میشه، و همچنین نهادسازی حقوق بشر در کشورهای مختلف به خصوص اونهایی که نظام فروپاشیده ای رو دارن از دستورات هست، و نهایتاً قطعنامه هایی که لازم میبینه شورای حقوق بشر صادر میکنه. به هر حال اون مطلبی که فرمودید بخشی از فعالیت شورای حقوق بشره. به هر حال من این امکان رو داشتم که به نمایندگی از یک سازمان غیر دولتی دارای مقام مشورتی سازمان ملل از بعد از همون بررسی ادواری جهانی ایران در سال 2010، از همون سال 2010 تا کنون در 3 سال گذشته، از اجلاس 14 شورای حقوق بشر تا 3 هفته دیگه که اجلاس 23 شورای حقوق بشر دایر خواهد شد، در شورای حقوق بشر باشم و نسبت به مسائلی که در شورای حقوق بشر می‌گذرد، مسائلی که خب خانه‌ها به جمهوری اسلامی ایران، به ایران مربوط هست، نقض فاحش گسترده و سیستماتیزه حقوق بشر در ایران، زبانزد عام و خاص هست، در این ارتباط سعی میکنیم که موضع گیری داشته باشیم در مقابل خب نمایندگان جمهوری اسلامی که اونجا هستن و سعی میکنن دفاع بکنن از موازهی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته. دکتر، در زمان شاه، خب به خصوص در زمان جیمی کارتر، موضوع حقوق بشر مطرح شد. اون دولت نمی گفت که ما
نمیدونم حقوق بشر رو قبول نیستیم، تعریف جهانیش رو قبول نداریم. میگفت آقا اینجا در واقع ما تخطی نمی کنیم از این داستان. آخوندها میگفتن ما اساسا حقوق بشر اسلامی داریم، یه تعریف اینچنین میدادن و ما این تعریف هایی که این کفار کردن قبول نداریم. البته کفارشو بنده میگم. حالا میخوام از شما بپرسم که دولت جمهوری اسلامی این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به وجهی که هست قبول دارن یا هنوز پافشاری بر این دارن که حقوق بشر اسلامی هم هست؟ در مجموعه جمهوری اسلامی نیروهای صدا رو بلند کنین لطفا، من نمیشنم از صداشون. در مجموعه جمهوری اسلامی قطعا نیروهایی هستن که به مسئله اینکه ما حقوق بشر اسلامی رو داریم تکیه میکنن، ولی به طور کلی این مسئله در سطح جهانی در ارتباط با بیانیه وین که 20 سال پیش در همین روزها تقریبا در وین تصویب شد و بر جهان شمولی حقوق بشر تاکید داره، مسئله نسبیت حقوق بشر، اینکه حقوق بشر چینی داریم، حقوق بشر اسلامی داریم، حقوق بشر آفریقایی داریم، این مسئله برای همیشه حل شد و یک در سطح جهانی حل شده و بر همون مبنا هستش که بعد از اون کمیساری عالی حقوق بشر تشکیل شد و بر اون بر همون مبنا همجور گفتم از 7 سال پیش شورای حقوق بشر تشکیل شده و تمام کشورها عملا تن میدن به این بررسی ادواری جهانی که معیارهاش جهان شمول هست و معیارهاش به هیچ وجه نسبیت یا نسبیت فرهنگی یا مسائلی مثل این رو نمیپذیره. بنابراین در زمان جیمی کارتر شاید هنوز میتوانستن چنین ادعایی رو مثلا چینی ها داشته باشن، مثلا در درون جمهوری اسلامی باشند که مطرح کنن، ولی امروز موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی هم اساسا نمیتواند چنین باشد، برای اینکه کاملا صراحت داره بیانیه وین و برنامه عمل اون بر این موضوع. خب دکتر، این بررسی ادواری که فرمودید 2010 و 2004 در اون 4 سالی که در واقع نوبت ایران نیست، در این 4 سال وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه مطرح میشه در سازمان ملل متحد؟ باید صبر کنیم هیچی نگوییم تا 4 سال بگذره؟ نه، من عرض کردم که در هر جلسه شورای حقوق بشر راجع به هر موضوعی حداقل ما در مقابل جمهوری اسلامی سعی میکنیم که موضع‌گیری داشته باشیم. علاوه بر اون خب گزارشگری ویژه موضوعی هست در رابطه با مسائل مختلف، گزارشگرهای ویژه موضوعی مختلف، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه بازداشت‌های گروه کار بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه، تمام اینا مدام راجع به این مسائل صحبت می‌کنن، بحث می‌کنن، مکاتبه دارن با جمهوری اسلامی. ما روند به طور از 2 سال پیش آقای احمد شهید رو داریم به عنوان گزارشگر ویژه ایران. محدود کشورهایی هستن در دنیا که آنچنان نقض حقوق بشر در اونها فاحش و گسترده و سیستماتیزه هست که ایجاب میکنه که گزارشگری ویژه کشوری داشته باشن و خب ایران یکی از اونها هستش و مسلمه که این روندها در تمام این 4 سال ادامه خواهد داشت و خب سال به سال قطعنامه میگیره جمهوری اسلامی در ارتباط با تمدید دوره کار آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر و همچنین درون مجمع عمومی سازمان ملل متحد. باز تنها 4 کشور یا 5 کشور هستند که موقعیت ویژه دارند و به طور خاص قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در این کشورها در نیویورک صادر میشه. به هر حال به هیچ وجه اینطور نیستش که پرونده حقوق بشر ایران هر 4 سال بررسی بشه. علاوه بر اون خب ایران در زمان شاه میثاق اصلی حقوق بشر رو امضا کرده، میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اینها کمیته های خاص خودشون رو داشتن. سال گذشته پرونده جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر که مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هست بررسی شد و همین اول ماه امسال همین چند روز پیش گزارش ایران در کمیسیون مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بررسی شد و منتظر هستیم که این کمیسیون گزارش خودش رو در رابطه با بررسی که کرده ارائه بده هر چه زودتر. بله. خب پس این که فرمودید که ایران این تعریفی که از حقوق بشر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرا شده،
آیا در این نشست ها که شما تشریف دارید و سایر فعالان هستند و قضیه حقوق بشر مطرح میشه، آیا نماینده ای هم از جمهوری محترم اسلامی اونجا هست برای دفاع یا برای بحث در موضوعات یا نه؟ اولا که خب گفتم جمهوری اسلامی حالا شاید با صراحت این رو اعلام نکرده باشه، ولی عملا وقتی که این روندها رو بهش پیوسته عملا پذیرفته که خب حقوق بشر جهان شمول هست و نمیتواند از حقوق بشر خاص صحبت بکنه. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به عنوان ناظر در شورای حقوق بشر حضور داره، چندین در واقع عضو داره، همراه با اون یک مقدار از سازمان‌های غیر دولتی دولتی جمهوری اسلامی، یعنی چیزی که در اصطلاح بین المللی بهش میگن گونگو، یعنی governmental non governmental organization. بله. اینها کشورهایی هستند که اینها از طریق اونها هم سعی میکنه که جمهوری اسلامی حضور داشته باشه در کنار سازمان‌های غیر دولتی دارای مقام مشورتی مستقل مثل سازمان سودوین که من از جانب اون حضور پیدا میکنم، علاوه بر عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون جوامع، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی خوشنام دیگری در سطح جهان که در روی مسائل حقوق بشر پیگیری دارن. این بحث درون شورای حقوق بشر سعی کردن در تاثیرگذاری بر کسانی که عضو شورای حقوق بشر هستن، چون میدونید که در اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند و خب باید در سطح جهان قاعدتا کارنامه حقوق بشری قابل قبول تری رو داشته باشن، هرچند که خب این موضوع 100% نیست و بخش‌های مختلف جهان که نمایندگی خودشون رو معرفی میکنن گاه فرصت انتخاب رو عملا نمیدن و مثلا از آسیا هر سال تعداد معینی کشور پیشنهاد میشه به مجمع عمومی یا از آفریقا و میتوانن بعضی از اونها کارنامه خیلی مثبتی رو نداشته باشن از نظر رعایت حقوق بشر، و ولیکن این سیستم که هیچ کشوری نمیتواند بیش از 2 دوره به طور متوالی کاندید باشه و حداقل 1 سال باید بعد از 2 دوره فاصله داشته باشه کاندیداتوریش، مسئله هستش که خب تأثیر میگذاره در اون مجموعه اینکه چه کشورهای عضو شورای حقوق بشر هستن و چگونه در واقع میتوانن مسائل حقوق بشر رو بهتر بررسی بکنن. این چالش به طور مدام در آن چند هفته‌ای که ما در شورای حقوق بشر هستیم جریان داره و همونجور که عرض کردم راجع به موضوعات مختلفی که در دستور کار شورای حقوق بشر هست ما از حق مشورتی خودمون استفاده میکنیم، سعی میکنیم استفاده بکنیم و موضع‌گیری بکنیم که در قبال اون موضوع در جمهوری اسلامی بر مردم ایران چه میگذرد. بله دکتر، این مباحثی که در جریان هست که میفرمایید و ایرادها که بر این رژیم ها هست، آیا عطف به ما سبق هم هست یا خیر؟ مثلا فرض بفرمایید که در یک دوره اینها زندانیان ایران رو کشتن، در واقع در روزگار خمینی و به فرمان او که شما حتما مطلع تر از من هستید، آیا این داستان ها هم مطرح می شود در این پرونده جمهوری اسلامی که اینها این کارها رو کردن و دولتی که بر قدرت هست این جنایات رو انجام شده؟ بعض پرونده ها رو هم به ظاهر یک دادگاه های تشکیل می دهند، یک تجمعاتی در لندن شد دیدم در باب عرض می کنم اون اعدام هایی که کرده بودن، اینها هم مورد بحث قرار می گیرد یا این که فقط قضایای روزمره و حال هست؟ اول اینکه خب تمام این مسائل در پرونده کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای حقوق بشر کنونی هست، یعنی خب ما میدونیم گزارشگرهای ویژه ایران رو داشتیم مثل آقای گالیندوپول، آقای کاپیتون که در همون دوران مسئولیت داشتن و اونها گزارش های خودشون رو دادن و در مباحث جاری هم به اشاراتی به اون مسائل میشه. میدونید که ایران تریبونال که شما ازش یاد کردید به هر حال به صورت با الهام از آن چیزی که دادگاه راسل بود تشکیل شد و بسیاری از قاضیان خوشنام به شمول در اون روند به شمول آقای کاپیتان که قبلا گزارشگر ویژه ایران بوده شرکت کردند و نهایتا حکم دادند که آنچه که در آن سالها در
جمهوری اسلامی گذشته جنایت علیه بشریت هست و جنایت علیه بشریت در عرف حقوق بشر در عرف سازمان ملل بسیار سنگین هست، میشتوان آن را ارجاع داد به دادگاه بین المللی لاهه، ولیکن از اونجایی که دادگاه بین المللی جنایی لاهه بیش از سال 2002 به بعد تشکیل شده، این امکان رو که موضوعات مربوط به قبل از اون رو بتونه بررسی بکنه نداره، میتونه به هر حال مشرف بشه، آگاه بشه از آن مسئله. ولیکن از سال 2002 به بعد هم جنایاتی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اگر بر اون کار حقوقی انجام بشه این موضوع جنایت علیه بشریت میتواند تلقی بشود، مثل جنایاتی که چه قبل از حوادث سال 88 و به خصوص بعد از حوادث 88 در کهریزک روی داده. اینها بله. نوع برخوردی که هستش از نظر عمق فاجعه انسانی که روی داده میتواند به این صورت تلقی بشود. از اونجایی که خب اون اساسنامه روم رو به اصطلاح جمهوری اسلامی امضا کرده ولیکن بعدن تصویب نشده توسط مجلس، باید شورای امنیت نهایتاً تصمیم بگیره که پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع بشه یا نشه. موقعیت پیچیده‌ای هست آنچنان که خب ما در مورد سوریه می‌بینیم و از اونجایی که خب شورای امنیت نیروهایی که درش هستند بعضی از آنها به پرونده نقض حقوق بشر خیلی جدی رو دارن و بعضی از اونها مثل چین و روسیه دارای حق ویتو هستند، مثلا تا کنون مانع شدن که پرونده سوریه که خیلی دیگه محرز هست تقریبا بله. جنایت علیه بشر در این کشور به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع بشه، ولیکن در مورد لیبی این توافق بود و میدونیم که در همون دورانی که هنوز ساقط نشده بود آقای قذافی، ایشون پسرشون و یکی و دامادشون جزو کسانی بودن که دادگاه بین المللی جنایی تعقیبشون میکرد و اکنون هم تحت تعقیب هستن و دو نفر از اونها پسرش و دامادش در روند محاکمه هستن. اینها شرایط حالا پیچیده موجود هست، ولیکن شورای حقوق بشر کار خودش رو میکنه. تا حالا چندین بار مصوباتی که داشته در رابطه با سوریه حداقل این بوده که این جنایت علیه بشریت تلقی میشه. در رابطه با ایران ما حداقل باید این کار رو انجام بدیم که آنچه در این سالها میگذره مواردی وجود داره که میشه اونها رو جنایت علیه بشریت تلقی کرد. دکتر من میخوام از شما این سوال رو بکنم که در روزگار محمد رضا شاه گاه گاهی یک نمایندگانی میامدن برای بازرسی از زندانها، اون دولت سر میکرد ظواهر امر رو رعایت بکنه و به هر صورت این بازدیدها انجام میشد، با زندانی ها صحبت میشد و اینها. آیا چنین چیزی هم سابقه داره در جمهوری اسلامی یا اینکه مطلقا و ابدا کسی راهی ندارد که با زندانیان ایرانی صحبت کنه؟ بله، همونجور که فرمودید در زمان شاه صلیب سرخ بین المللی این وظیفه رو عملا داشت و خب از زندانها دیدار کردن. اون در سالهای آخر عمر حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود و به هر حال خیلی روند معمولی هم در زمان شاه نبود، ولیکن در جمهوری اسلامی هم در زمان گالیندوپول این دیدار صورت گرفت. میدونید که یکی از دلایل کشتار جمعی هم این بود که زندانها رو عملا پاک بکنن و نهایتا بعد از پاک کردن زندانها نشان بدن که زندانی سیاسی هم بله. در کشور وجود نداره و به هر حال شرایط رو برای این بازدیدها آماده کنن. البته در همون زمان هم نوع بازدیدهایی که بود سعی کردن که به شکلی باشه که بسیاری از زندانیان اساسا تماس پیدا نکنن بله. با گزارشگر ویژه ایران بله. خب موفق هم شدن در این مورد. در سالهای اخیر آقای احمد شهید بارها از ابتدایی که کار رو به عهده گرفته خواسته که اجازه دیدار از ایران و خانه‌ها اجازه دیدار از هم مدافعان حقوق بشر و هم مراکزی مثل زندان‌ها رو داشته باشه که خب تاکنون موفق نشده. در عمر جمهوری اسلامی دیده شده که مثلا نمایندگان مجلس
ششم مثل آقای موسوی خوینی ها تونستن از زندان ها دیدار بکنن و خب در زمان قبلش هم نمایندگان آقای منتظری حالا قبل از این کشتار جمعی دیدارهایی داشتن. دیدار بین المللی در جمهوری اسلامی بیشتر در همون زمان آقای گالیندوپول و گالیندوپول. بله بله، خدمت شما عرض میکنم که شما حتما گزارش خبرنگاران یا خبرگزاران بدون مرز رو دیدید که قاطعانه علی خامنه ای و احمدی نژاد رو جنایتکار معرفی کرده بودن که محاکمه بشن. شما این گزارش رو ملاحظه فرمودید دکتر؟ بله بله، هر ساله گزارشگران بدون مرز که این سازمان هم یک سازمان غیر دولتی داره، مقام مشورتی در شورای حقوق بشر در سازمان ملل هست، گزارش خودشون رو میدن و کسانی که آزادی بیان رو، آزادی مطبوعات رو نقض میکنن در سطح جهان و ایجادگر سانسور هستن معرفی میکنن به جهان و سال هاست که آقایان خامنه‌ای و احمدی نژاد در این لیست هستن. در این لیست هستن. بله. این سایت فریدوم هاوس هم خیلی خیلی آمار جالبی داره دکتر. مرتب عرض میکنم که اونچه مربوط به حقوق بشر هست و آزادی بیان هست و اینها رو با نمودارها نشان میده و نمره ایران از شش کمتر نیست. میدون از یک شروع میکند تا به 6 و 7. ایران همواره چون نمرش 6 قرمزه، خلاصه تو خط قرمز بوده و هیچ بهبودی هم حاصل نشده. من چندین ساله که پیگیری میکنم این گزارش فریدوم هاوس رو، میبونم بهبودی حاصل نشده دکتر. بله بله، همونجور که میگید در این دو زمینه خانه آزادی کشورها رو تقسیم میکنه به آنهایی که آزاد هستن، تقریبا آزاد هستن، یا کشورهایی که آزاد نیستن، به 3 گروه تقسیم میکنه و همونجور که شما فرمودید در میان کشورهایی که آزاد نیستن در قعر جدول جمهوری اسلامی قرار داره. جمهوری اسلامی بله، در کنار کشورهایی مثل ترکمنستان، مثل کره شمالی و کشورهایی که خب از نظر پرونده حقوق بشری و پرونده آزادی ها بسیار بدنام هست. دکتر یه سوالی دیگه دارم خدمتتون، این خیلی مهم هست و گمان میرفت در طی سالها که اینها چون فرهنگی هستن و بعض اوقات به دین و آیین مربوط میشود، سازمان ملل متحد و تشکیل حقوق بشر نسبت به اونها سکوت میکنن. مثل فرض کنید که ختنه دختران مثلا، واقعا این جنایت عجیب غریبی است، یا اینکه نمیدونم سنگسار، آقا به دین ما مربوطه، به دین ما دخالت نشه، از این رو جنایات عجیب و غریب، و یا جنایات که اصطلاحا در زبان انگلیسی میگوین cruel and unusual، مثل گردن زدن عربستان سعودی در ملأ عام و اینها، اینها جایگاهشون کجاست؟ این مطالبی که من اشاره کردم چگونه در باب اینها بحث میشه؟ در رابطه با اینها خب به طور کلی خب بحث میشه در ارتباط با مثلا مجازات اعدام که خب گزارشگر ویژه اعدام به زودی یعنی گزارش خودش رو ارائه داده و در شورای حقوق بشر اون رو مطرح کرده. در همین روند بررسی ادواری جهانی که شما فرمودید، این کشورهای معین بررسی میشن و خب بخشن خب در ارتباط با دین تلقی میشه، بخشن هم خب در ارتباط با سنت ها در اون جامعه تلقی میشه. کشورهایی که این اقدامات غیر حقوق بشری درشون صورت میگیره، خب خیلی هاشون دفاع نمی کنن این حرکت رو و معتقدن که خب طول میکشه، مشخصا مثلا کشورهای آفریقایی، تا بتوانن نهایتا جامعه رو آماده بکنن برای اینکه این گونه اقدامات صورت نگیره. میدونید که در بعضی از کشورهای آفریقایی میزان ختنه دختران به رقم 100% نزدیک میشه، کشورهای مثل سومالی، مثل مصر، مثل سودان و خب بعضی از کشورهای ساحل و خب در بعضی از کشورهای اسلامی اساسا صورت نمیگیره. بله مسئله، بنابراین خب حداقل کشورهای اسلامی که این اقدام درش صورت نمیگیره تاکید بر این دارن که این مجازات به هیچ وجه، مجازات که به هر حال این اقدام به هیچ وجه جنبه اسلامی نداره، ولی خب حالا گردن زدن و غیره رو ممکنه به اشکال مختلف عربستان در رابطه با یا ایران که اونها رو شرعی میدونه یا سودان یا این گونه کشورها که تا حد زیادی خودشون اسلامی میدونن
بخوان اون رو تطبیق بدن با شریعت. اینها کشورهایی هستن که این ابراز موضع به این صورت رو گاهی اوقات علنا میکنن، ولی معمولا کشورها نسبت به این موضوع سعی میکنن که اعلام بکنن که حداقل دولت‌هاشون سعی میکنن ترویج بکنن که اینجور این گونه اقدامات فجیع عملا از بین بره. ولی اینها مسائلی هستن که درون شورای حقوق بشر در ارتباط با خشونت و در ارتباط با این مورد مشخص اعدام، شکنجه مدام تاکید میشه در شورای حقوق بشر نسبت به وجود این مسائل. بله بله دکتر، جز شما فعالان ایرانی چند نفر هستند که با در واقع در زمانهای شما تشریف دارید دوستان ایرانی هم اونجا هستن؟ آیا تعداد زیادی هستن فعالان حقوق بشر یا اینکه خیلی تعدادشون معدود هست؟ خب منظورتون اینه که در شورای حقوق بشر دوستان چگونه هستن یا اینکه ما معمولا در روندی که هر بار به ژنو میریم یک کارزاری رو از تلاشگرانی که برای افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستن سعی میکنیم که داشته باشیم، در اونجا معمولا چند تا چند ده نفر در این دوره‌ای که ما اونجا هستیم حضور دارند. دوره گذشته اجلاس 22 از جانب ما حداقل 60 نفر حضور داشتن در شورای حقوق بشر در مدت 4 هفته‌ای که شورا بود، و خب از سازمان‌های غیر دولتی دیگر مثل هم فدراسیون جوامع حقوق بشر از جانب عفو بین الملل، از جانب دیوان حقوق بشر، به هر حال مجموعاً شاید قریب 100 نفر در اجلاس ها از چند ده نفر تا حدود 100 نفر شرکت میکنن از جانب کسانی که اعتراض دارن نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از جانب جمهوری اسلامی چه هیئت نمایندگی و چه سازمانهای غیر دولتی دولتیش هم معمولا چند ده نفر حضور پیدا میکنن در این زمان. من یه چیزی آقای بدیعی نوشته، خیلی خیلی من به شما واقعا احسن میگم، درود بر شما، نوشته است او همچنین بارها در همراهی با زندانیان سیاسی که مدت مدیدی در اعتصاب قضا بودن با خواست پایان یافتن هر چه زودتر اعتصاب قضایشان دست به اعتصاب قضا زدن. شما خیلی 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 جالب این اقدام، درود بر شما، یعنی شما اعتصاب قضا کردین چندین دفعه؟ بله خب در وقتی که زندانی سیاسی یک زندانی سیاسی مشخص به شرایطی میرسه که به جز این که جان خودش رو در گرو بذاره امکان این رو نمیبینه که به خواست خودش برسه، و خب میدونید که وقتی این زندانیان اعتصاب قضا میکنن اولین کاری که سعی میکنه جمهوری اسلامی بکنه اینه که اونها رو جدا بکنه از زندانیان دیگر و به سلولهای انفرادی ببره. گاهی اوقات روزها تا ده ها روز هیچ خبری از اونها نمیشه. در این مواقع، در بعضی از موارد، همه این موارد، شاید در سالهای جمهوری اسلامی صدها زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا زده باشن. خب من شاید در مجموع شاید در ارتباط با زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدن شاید مثلا حدود 10 تا 20 مورد بوده که همراه بودم براشون، به خصوص اون مقاطعی که همجور که عرض کردم شرایطشون آنچنان دشوار می شده که فکر می کردم که باید به طرف اونها رفت و اونها را از اون وضعیت دشواری که هستن بیرون آورد. در این مواقع دست به اعتصاب قضا زدم که آخرین بارش با خانم نسرین ستوده بود. درود بر شما. خب دکتر، من می خوام این تقریبا 10 دقیقه باقی مانده رو می خوام در واقع از تجارب شما استفاده بکنیم هموطنان بنده در ارتباط با این انتخابات. خود این انتخابات یه نوع نقض حقوق بشر است دکتر، این که شما بیایید یه دن انتخاب بکنید بعد اینها رو بیارید یک صافی باشه اونجا و از صافی بگذرانید خودی ها رو کاندیدا بکنید، این نقض حقوق دیگران واقعا نیست، نقض حقوق سیاسی دیگران نیست به نظر شما؟ 100%. به هر حال میدونید که بند 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر به انتخابات آزاد و منصفانه دلالت داره، همچنین بند ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این امر دلالت داره،
ما ده ها سال بعد از اینکه خب برای این اسناد تدوین شدن، ده ها سال تجربه انتخابات نسبتاً آزاد و نسبتاً منصفانه رو در بسیاری از کشورها داریم، دهات و صدها کارشناس امر انتخابات آزاد و منصفانه رو داریم. یک انتخابات در مجموع یا میتونه انصاف آزاد و منصفانه تلقی بشه یا نشه. مجموعه انتخابات هایی که جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون داشته، هیچ کدام از آنها رو نمیتوان انتخابات آزاد و عادلانه با اون مختصاتی که کارشناسان این امر قائل هستن به اطلاق بشن، هیچ کدام از اونها رو به شمول این انتخاباتی که در پیش هست. خب بعضی از اونها غیر آزادتر و غیر عادلانه‌تر، غیر منصفانه‌تر بودن، بعضی از اونها این نسبت درشون کمتر بود، لیکن همشون این کیفیت رو در مجموع داشتن. ولی انتخابات پیش رو میتواند به درجاتی رقابتی باشد، یعنی اینکه شبیه دوره دوم انتخابات های معمول در بسیاری از کشورها. بنابراین از اون ابتدا اون حالا چه جو ارعابی که ایجاد میکنند، چه اینکه خود قانون و قانون اساسی این امکان رو به وجود نمیاره که بسیاری از کسانی که حق انتخاب شدن دارن بتونن کاندید بشن بر مبنای عرف متداول جهانی عرض میکنن. جدا از اون، در خود این مرحله هم از شورای نگهبان این حق رو به خودش میده که بسیار از اونا رو حذف بکنه و حالا که داره یه مقدار رویهش عوض میشه، به جایی که رد صلاحیت بکنه، تازه میخواد از اون طرف ببینه که چه کسانی صلاحیت دارن، یعنی به جایی که در میان یعنی ببینه که چه کسانی با اون قضیات تطبیق نمیکنن، یک رزومه ای شاید ازشون بگیره یا شیوه شبیه اون که خودش قضاوت بکنه که چه کسانی به زعم اون صلاحیت دارن، نه اینکه رد صلاحیت دیگران بکنه بلکه معدودی رو انتخاب کنه که صلاحیت دارن. عملا البته در این دوره های اخیر چنین کرده. به هر حال هیچ کدوم از اینها شرایط یک انتخابات آزاد و منصفانه نمی کنه. به عنوان یک مدافع حقوق بشر که همیشه حق تحمل صفر داره در مورد نقض حقوق بشر، بنابراین خب کسی مثل من نمیتونه این انتخابات رو حس بکنه که میتواند به هر حال این تلقی رو ازش داد که در اون شرکت کرد. ولیکن همونجور که عرض کردم، این میتونه رقابتی باشه، بسته به اینکه یک امروز تا حد زیادی روشن خواهد شد که این انتخابات یک قطبی خواهد بود، دو قطبی خواهد بود یا سه قطبی خواهد بود، میتواند رقابت معینی شکل بگیره و در این ارتباط در هفته های آتی شاهد تلاطمات جدی خواهند بود و از قضا اون سه هفته‌ای که ما در شورای حقوق بشر هستیم، یعنی سه هفته قبل از انتخابات همزمان شده این دوتا موضوع و درست روز آخری که شورای حقوق بشر به کار خودش خاتمه میده روز انتخابات هست، روز جمعه 14 ژوئن یا 24 خرداد، و ما سعی میکنیم که قطعا جامعه جهانی نماینده کشورهایی که در شورای حقوق بشر هستن از نزدیک نظارت میکنن امر انتخابات و ما هم از اونجایی که هم گزارشگر ویژه مربوط به آزادی بیان، هم گزارشگر ویژه مربوط به آزادی اجتماعات و تشکلها، که این موضوعاتی هستن که خیلی به مسئله انتخابات در ارتباط نزدیک هستن، گزارش خودشون ارائه میدن. ما سعی میکنیم که اون روزها پنل هایی رو داشته باشیم در شورای حقوق بشر و به هر حال این نمایندگان جامعه جهانی رو که تعقیب میکنن آگاهتر هم بکنیم نسبت به آن چیزی که در جمهوری اسلامی میگذرد. و امیدوارم که حالا از طریق تلویزیون شما دوستان هرچه بیشتری به این کارزار متمرکزی که ما در اون چند هفته در شورای حقوق بشر داریم بپیوندند، افراد بیشتری خودشون رو مدافع حقوق بشر تلقی بکنند، به خصوص در کشور اروپا، و با ما هماهنگ بکنن که در ژنو همراه هم باشیم. خب دکتر اجازه بدید، مطلب خوبی فرمودید. راهکار چگونه است؟ خب خیلی از هموطنان ما دوست دارن که فعالیتی در این زمینه بکنن که خیلی هم موثر. از کجا باید آغاز بکنن؟ با شما تماس بگیرن؟ آیا جایی هست که تماس بگیرن؟ از کجا شروع بکنن؟ چه کسی رو ببینن؟ کجا بیاین؟ اینا یک در واقع یک روندی داره، چگونه است؟
ما معمولا در روند تشکیل هر جلسه شورای حقوق بشر هفته به هفته جلسات اینترنتی داریم در اتاقهایی که به اتاقهای پلتاک موسوم هست. روزهای پنجشنبه ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی این جلسه رو داریم. در صفحه فیسبوک من در بسیاری از سایت ها این اطلاعیه که هر هفته مختصری به روز میشه ارائه میشه، بنابراین کافیست که پنجشنبه یا پنجشنبه بعد از ظهر یکی دو هفته آتی که ما آخرین جلسات تدارکاتی رو داریم حضور پیدا بکنن، به خصوص دوستانی که در اروپا هستن و امکان بیشتری رو دارن که به ژنو بیان، امکان حضور اونها رو در شورای حقوق بشر و امکان اگر که ما بتوانیم اقداماتی شبیه تظاهرات رو داشته باشیم در ارتباط با بحث عام انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان یک ستاد انتخاباتی انتخابات آزاد و عادلانه. بنابراین کسانی که برای این حق بشری میخوان تاکید بکنن و خوشحال میشیم که بتونیم در ژنو در کنار هم باشیم و خب قطعا در میان ایرانیان داخل کشور هم تأثیر خواهد گذاشت این امر که خب جنبه جدی داره خود ژنو و در حال موقعیتی که ژنو داره در سطح اروپا به خاطر مقر شورای حقوق بشر هست. خب میخوام من یک سوالی از شما بکنم، تا کنون یک در واقع تظاهرات اعتراضی در این راستا شده است که صرفاً به خاطر ابطال حقوق بشر در ایران باشه؟ چون ما تظاهرات داشتیم سیاسی بوده، به خاطر عرض میکنم بعضی جریانات بوده، صرفاً یعنی از دیدگاه چگونه عرض کنم حقوق بشر، یعنی تا کنون یک حرکت اعتراضی تجمعی صرفاً برای عرض میکنم که زیر پا رفتن حقوق بشر در ایران بوده در اروپا یا نه هنوز؟ بعضی از سازمان های حقوق بشری مثل حامیان زندانی سیاسی در کلن که خب مدام حرکت دارند، یعنی هر چند هفته یک بار چنین حرکتی صورت میگیره، در کشورهای مختلف حرکت هایی که اعتراضی که خب چند ده نفر تا چند صد نفر شرکت کردن هست. در همون روند بررسی ادواری جهانی که عرض کردم در سه سال پیش ما در ژنو حضور داشتیم، حدود 1000 نفر از کشورهای مختلف جمع شدن صرفا در ارتباط با این که همه حقوق بشر برای همه در ایران، با این خواست کلی و این که به هر حال ایران ماییم و نه آنها، یعنی اون مجموعه‌ای که بتونن بهتر نمایندگی ایران رو بکنن مجموعه کسانی هستن که بر حقوق بشر و دموکراسی پای می فشارن و نه اونهایی که سعی میکنن جمهوری اسلامی رو در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمایندگی بکنن. با این خواست کلی که در واقع موزاییکی از کلیه ایرانیان رو ما تونستیم عملا اونجا داشته باشیم که در سطح وسیع بود و بعد از اون هم خب بارها و بارها در ژنو هر بار که ما شورای حقوق بشر جلسه داشته از چند ده نفر تا چند صد نفر تظاهرات اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران داشته. زنده باشه. با این در این وقت باقی مانده فکر کنم 3-4 دقیقه بیشتر نیست، ما 3 گروه در ایران داریم، من درست فهمیده باشم، اصولگرایان هستن، اصلاح طلبها هستن و احمدی نژاد که یاغی شده، یعنی در واقع این خودش از مثلا اصولگرایان بوده حالا یک طریقی برای خود اتخاذ کرده، مثل که نفی هر دو میکند و در نظر دارد که این شاگردش رو نمیدونم رئیس جمهور بکند. از سوی اصلاح طلب آقای سید محمد خاتمی است و رفسنجانی رو جلو انداخته، از اون سو اصولگرایان به شدت با این دو مخالفند. نظر شما چیست؟ آیا تصور میکنید که این دو تن آقایان نام نویسی بکنند یا اگر بکنند چه خواهد شد سرنوشت این دو؟ من فکر میکنم که امروز به احتمال 70-80% آقای رفسنجانی ثبت نام خواهد کرد، با رویه‌ای که آقای احمدی نژاد و آقای مشایی دارند باز هم با همین حدود، اگر که نهی خیلی قوی نسبت به ایشون نشده باشه، چون میدونید که حتی خبرهایی هستش که احمدی نژاد رو بعد از اینکه صحبت کرد که 8 میلیون اضافه به من رأی دادن، بله بله، چند ساعتی دستگیر کردن. به هر حال
اگر این نهی آنچنان قوی نباشه احتمال اینکه آقای مشایی هم در ساعات آینده نامنویسی بکنند زیاد هست. مشایی و رفسنجانی این تفاوت رو دارن که اینکه رد صلاحیت بشه آقای رفسنجانی، به رغم اینکه خب خیلی از مخالفانشون از این هم صحبت میکنن، خب هزینه خیلی سنگین تری داره برای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، و رد صلاحیت مشایی خب یه مقدار شاید راحت تر باشه برای ایشون، ولیکن از اونجایی که حرکت های احمدی نژاد غیر قابل پیش بینی نیست، میتواند در مقطع رد صلاحیت هم ما با تلاطم های جدی در جامعه مواجه بشیم. این انتخابات تدارک خوبی نشده، حتی این مدیریتی که ازش صحبت میکنن به خوبی صورت نگرفته، بنابراین هفته های آینده به نظر من آبستن حوادث بسیار زیاد هست در داخل جامعه، و شاید فردا نسبت به امروز ما بتونیم میگیم ما روشن‌تر باشیم بعد از پایان ثبت نام، و خب از 10 روز آینده که قاعدتاً باز هم روشن‌تر خواهد شد، و ما همونجور که گفتم بعد از اون در ژنو هستیم و در ژنو در خدمت شما و دیگر دوستان و خب در ارتباط با نمایندگان کشورهای مختلف، و که ببینیم در سطح جهانی به هر حال چه روندهایی صورت میگیره، و خب همچنین به خصوص در داخل ایران با توجه به اون نیاز، اون پتانسیل تغییری که در جامعه وجود داره. آقای رفسنجانی به نظر نمیرسه که به خوبی بتواند این پتانسیل رو فعال بکنه، برای اینکه ایشون مشهور هستن ولی محبوب به هیچ وجه نیستن. باید این اینرسی، این نیرویی که باید این تغییر رو به وجود بیاره، در حال حاضر نسبت به آقای رفسنجانی میشه گفت در مجموع زیاده. یعنی فکر بکنید که آقای رفسنجانی در اتومبیلی با موتور دیزلی نشسته و میخواد شتاب بده در وهله اول، در فرصت کوتاهی هست و ممکنه که این موتور همراهیش نکنه، ولی اگر حرکت بکنه، جامعه خواهان آقای رفسنجانی در مقام رئیس جمهور نیست، در مقام رهبر هست. یعنی کسی هستش که میدونید که 5 سال از رهبر هم مسن‌تر هستش، الان 78 سالشه. اگر بخواد مثلا فرض کن این تصور رو بکنه جامعه که مثلا به 82 سالگی ایشون رئیس جمهور باشن، فکر میکنم که خیلی روی این حساب نمیکنه، بنابراین میخواد که برای دوره خیلی کوتاهی بتونه گذار بکنه از خامنه ای. اگر بتونه رفسنجانی همچین امیدی رو در میان کسانی که قاعدتا باید پایگاه اجتماعی باشن به وجود بیاره، شانس معینی داره، وگرنه شانسش بسیار کم خواهد. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دوست محترم. صبح در واقع به این زودی، اونجا ساعت چند هست الان؟ ساعت حدود 5:30 ساعت چنده دکتر؟ الان 6:50 هست. 6:50 صبح زود از خواب بیدار شدید و وقتتون رو به ما و هموطنان دادید. از شما خیلی خیلی دوست محترم سپاسگزارم. هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، بسیار بسیار زیبا قضایای مربوط به حقوق بشر رو تحلیل کردن. من ازشون سپاسگزارم. از آقای بدیع هم سپاسگزارم که ایشون رو دعوت کردن. هموطنان گرامی، وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید، برنامه رو می‌بندیم تا دیدار بعدی. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.